نواز شریف مهمان ارک کنر زیر حملات توپخانه پاکستان. چگونه سیاستمداران پاکستان افغانستان را به بازی گرفتند؟ پاکستان would continue to extend all possible facilitation for the Afghan peace process. پیش بینی باراک اوباما به زودی یک زن رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. من یماس شوش، خوش آمدید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در نشست خبری مشترک با حامد کرزی در کابل میگوید ما باید جریان ویرانگر جنگ را معکوس سازیم و زمان آن رسیده تا برای پایان جنگ و تداوم روند مذاکره گام های قاطی برداریم. نواز شریف در حالی در کابل از پایان جنگ و تداوم روند مذاکره حرف میزند که ولسوالی های دانگام و شیگل ولایت کنر از صبح دیروز تا اکنون شاهد شلیک نزدیک به 40 موشک از سوی نظامیان پاکستان بوده است. نخست وزیر پاکستان در مورد امضای موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا گفت که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دارد با هر کشوری که بخواهد موافقتنامه امضا کند. در همین حال گفته می شود دیدار یک دقیقه‌ای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، معصوم استانگزی و اسدالله وفا با ملا برادر در شهر کراچی در سکوت برگزار شده و ظاهرا هیئت افغانستان ناراض این جلسه را ترک کرده و نتیجه این دیدار را صفر خواندند. ملا برادر در این دیدار هیچ حرفی به زبان نیاورده که این سکوت سبب خشم مقامات شورای صلح افغانستان گردیده. همچنان مقامات افغان گفتند که آقای کرزی از نخست وزیر پاکستان خواستار انتقال ملا برادر به کشور سوم و مشخصاً عربستان سعودی گردیده است. گفته شده اگر ملا برادر به عربستان انتقال داده شود پیش شرط گفتگوهای صلح از سر راه امضای توافقنامه امنیتی برداشته می شود. اما آیا واقعا سیاستمداران پاکستان افغانستان را به مسخره گرفتند؟ پاکستان در همکاری های خیش در روند صلح افغانستان ادامه خواهد داد و کشورهای منطقه نیز افغانستان را در این زمینه همکاری کنند. افغانستان با ثبات به سود امنیت پاکستان نیز است. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی و سید مسعود استاد دانشگاه برای بحث بیشتر با ما هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. جناب استاد، همزمان که آقای شریف مهمان است در ارک، کنر زیر حملات توپخانه‌ای و موشکی پاکستان است. چه پیامی واقعا میرسد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر محمد و آل محمد. سلام بر شما. سلام بر دوست عزیز و سیاستمدار خوب کشور ما آقای کوهستانی. ما فکر میکنم که یک نوع حرکات مسخره را که همیشه پاکستانیا به نمایش میگذارند این بار باز هم به نمایش گذاشتند. به ایمانا که پاکستانی ها همیشه داد از صلح، داد از همکاری، داد از حرکات خوب و داد از یک حکومت خوب، حکومتداری خوب در افغانستان میزنند و داد از کمک های بسیار بشایبه پاکستان برای به گفته خودشان برای مردم مظلوم افغانستان. ولی بازم شما میبینین که موقعی که حتی خوبترین از اینا که برد از آقای نواز شریف باشه که در حقیقت اینا میگن که سیاستمدار بسیار خوبی هستن، موقعی که پا به حرکه قدرت میمانن بعد با تمامی جواب های خودشان با خمپاره ها، با راکت ها، با حرکات بسیار خصمانه انجام میدن. فکر میکنم که شاید هم نواز شریف گناه زیاد نداشته باشه یا رهبریشون، فکر میکنم در درون استراتژی از اینا چنین چیزی است. معنا داره که یک حکومت ضعیف با دنبال روی پاکستان، با بازارهای بسیار ویران شده ای که در حقیقت مملو از کالای پاکستانی باشه، با ایجاد یک دهلیز رفت با آسیای میانه و غیره، در حقیقت مجموعی از سیاستکارهای از ایرانشان میده که در مقابل ما انجام میدن. فکر میکنم که آنقدر پاکستانی ها در حالت نگرانی بسیار بزرگ به کار میبرن، درگیر هستن که فکر میکنن که مدیریت چند سالیه که چند دهه مدیریت انجام دادن بحران افغانستان آرام آرام میره از دست بتن و این مدیریت آرام آرام تغییر کنه به یک حاکمیت بسیار خوب افغان ها که بتونن قد علم بکنن در مقابل خواست های بسیار نامشروع پاکستانی ها که در حقیقت سه دهه در مقابل ما قرار داشتن. هر جانب دیگه فکر میکنم که دولت افغانستان هم در یک حالت نه حالت های قبلی
میماندار یک میماندار مهمان پاکستانی هستند با اینکه شما میفهمید که بعد از لوجگی استراری حالت های سیاسی در درون حاکمیت ما هم در حقیقت او حالت های واحد نیست که سیاست واحد بر نمایش بگذارن بلکه دو دستگی های معین در درون قدرت به منظور امضای مایده توافقنامه امنیتی یا عدم توافقنامه امنیتی و یا دوام این رابط با پاکستان و چیگونگی رابط با پاکستان هم فعلا مطرح است که فکر میکنم که نشست های پشت پرده، نشست های پشت درهای بسته معنای این حرفا را در حقیقت فکر میکنم تا اندازه میرسانه. آقای کوستانی، چگونه آقای کرزی پذیرایی گرم میکنن از آقای شریف در حالی که کنر زیر حملات خمپاره های پاکستان قرار دارن؟ به نام یاد خدای بزرگ با عرض سلام به بیننده و جناب استاد بزرگوار. البته مؤلفه اساسی سیاست گذاری در حوزه سیاست خارجی من جمله با همسایه ها عمدتاً بر مبنای شناخت و رفتارات تعیین میشه. با تأسف که در مجموع مخصوصاً تا 10 سال گذشته 12 سال شناخت ما هنوز از پاکستان یعنی روشن است که سیاست گذارای افغانستان شناخت چندان از پاکستان ندارند، از سیاست گذاری پاکستان ندارند. همیشه بسیار خوشبینانه با قضایا برخورد میکنیم. من فکر میکنم طلایی ترین دوران روابط ما حاکمیت حزب مردم بود به عنوان یک حزب سیکولار در پاکستان که هیچ سودی را حکومت افغانستان نتونست از این روابط ببره. البته ما باورم این است که از نواز بسیار با گرمی استقبال شده است. استقبالش در میدان هوایی بسیار یک استقبال معمولی در سطح سرپرست وزارت خارجه است. انتقالش با هلیکوپتر از برق همچنان از نظر سایکولوژی کنفرانس مشترک مطبوعاتی نشان میداد که هر دو رهبر از گفتگوشان یا از وضعیت راضی نیستند. هیچ شکی وجود ندارد که پاکستان با پیمان امنیتی یا توافقنامه استراتژیک با ایالات متحده بسیار با جدیت نگران است و مخالف این موقف است. ولی آقای شریف گفتند که افغانستان یک کشور مستقل است، خودش میتواند چون این توافقنامه هایی را ببنده با هر کشوری که میخواد. البته در سیاست های رسمی پاکستان همیشه پاکستان از سیاست های خوب حرف زده یعنی هیچ وقت مخاصمت شد با جانب افغانستان نشان نداده است. اما گونه که همه میدانیم سیاست گذاری در حوزه افغانستان در کنترل ارتش پاکستان است و سازمان استخبارات پاکستان یک سازمان بسیار قدرتمند و همچنان که پاکستان در وضعیت افغانستان در وضعیت قرار داره می اکنون که ما تنش داریم در رابطه ما با متحدین بزرگ بین المللی ما در چنین یک وضعیتی که ما از نظر مشروعیت در نقطه مقابل یک جرگه مشورتی قرار گرفتیم، پیمان امنیتی در حال چانه‌زنی است، ما موقعیت برتر نداریم که پاکستان آماده باشه بر ما در 12 سال امتیاز نداده در این خروج نیروهای بین المللی در حالی که ما با اختلاف دیدگاه با متحدین ما روبرو هستیم بر ما امتیاز بدن. در گذشته مجموع سفرهای ناکام رهبرای افغانستان شورای عالی صلح نشان ازی است. یک نشانه از تغییر مثبت در سیاست حالا در همین دیدار تازی که شورای عالی صلح با ملا برادر در شهر کراچی داشته گفته شده که ملا برادر بر یک دقیقه در یک اتاق آورده شده و با این سه شخصیتی که آقای صلاح الدین ربانی، معصوم استانکزی، اسدالله وفا دیدار کرده هیچ حرفی به زبان نیاورده و اینها هم نتیجه این شده که ترک بگویند جلسه را و اتاق را. ببینیم کاملا از ابتدا روشن است که پاکستان طالبان را به عنوان ابزار نفوذ و آیندهش در افغانستان میبینه، کشوری که مشروعیت شناسه. پس آقای کرزی برای چی امیدوار است که این گونه از پاکستان بار بار و به کرات میخواهد که پاکستان را طالبان را بیارن روی میز مذاکره؟ ما قبلا گفتم که متاسفانه سیاست گذاری ما در حوزه سیاست خارجی مخصوصا با پاکستان برخواسته از تحقیقات، پژوهش، معلومات کافی، اطلاعات وافر از سیاست گذاری پاکستان نیست. ما همیشه خوشبینانه برای احساسات حرف میزنیم دالی که با هوشمندی و عقلانیت دقیقا تا 12 سال شناختیم که پاکستان لانه تروریسم است، بنیادگرایی در پاکستان است و مجموعه ای ابزارا را برای تضعیف یک حکومت به نام افغانستان به کار میبرن. مجموعه چشم تام پاکستان به آبهای افغانستان است، بر معادن افغانستان است، به انرژی و به مو دلیزی که استاد از او یادآوری کردن که اینجا کشور ضعیف دست نشانده پاکستان که بازی سیاست خارجیش کنترل بکنه و در انرژی آسیای میانه با سادگی دسترسی داشته باشه. این از اهداف اساسی پاکستان است. برای این اهداف طرفدار یک حکومت قدرتمند دارای استقلالیت کافی و پایگاه ایالات متحده که بتونه در منطقه از خود و منافعش دفاع بکنه به هیچ وجه پاکستان نیست. اگر بود تا 12 سال یک گامی به پیش میگذاشت
شما میبینین که بعد از حضور جامعه بین المللی بنیادگرایی و تروریسم دوباره در بستر پاکستان در دامن پاکستان پرورش پیدا میکنن. شما دقیقا میدونین که آدرس همه رهبران طالبا مخالفین مسلح افغانستان از کراچی تا کویت تا پشاور یا هر جایی که هستن با نمبر خانه و نمبر تلفنشان میدونن. چرا همکاری نمیکنن؟ من فکر میکنم که هنوز سیاستمدارای افغانستان با گذشت این چند سال درسی از سیاست پاکستان نیاموختن. هنوز شناخت ما از پاکستان متاسفانه ناتکمیل است. جناب استاد، شما موافق هستین که سیاستمداران افغانستان درسی از پاکستان نیاموختن؟ و یا اینکه آقای کرزی حالا در وقتی که رهبران پاکستان در کنارش نباشه از این کشور انتقاد میکنن، اما وقتی آقای شریف در کنارش است لب به انتقاد از این کشور نمیگوشه؟ واقعا جرأت نداره آقای کرزی مطرح بکنه رو در رو با مقامات پاکستانی؟ با وجودی که تایید میکنم حرفای جناب کوستانی سبب و حرفای شما را، من فکر میکنم که دفاع از دید پاکستانی ها اگر بحث بکنیم، پاکستانی ها عمدتاً از سه جهت در حد نگرانی خود دارن. نگرانی که توافقات امنیتی افغانستان با اعضای متحده آمریکا که در حقیقت نو صد شاید مطمئن شاید هر رقم آدم فکر بکنه یک رقم صد در مقابل تمامی سیاست های پاکستانی در افغانستان میشه، و جانب دیگه یک نگرانی دیگه که از لحاظ انتخابات افغانستان دارن که کدام موری در صدر رهبری سیاسی افغانستان قرار میگیره، آیا این کسی که در آینده میه چگونه حرکات را بر پاکستانیا انجام خواهد داد در مقابل شاید چنین کار را کرده که ما در گذشته انجام دادیم که به گفته شما مذبذب از نوسانی، گاه مثبت از گاه منفی، گاه خواهر از گاه برادر و گاه هم دشمن، و در پالوش هم مسئله اقتصاد مطرح میشه. اگر شما توجه که باشیم دتن با آمدن آقای نواز شریف در حقیقت اولویت های بسیار کلانی که در سیاست خارجی خود آقای نواز شریف و خصوص اولویت هایی که در سیاست خارجی منطقوی خود منطقه مطرح میکنه، مسئله اقتصاد مطرح میکنه، و از امیل است که فقط چند روز پیشتر از امروز و یا شد ده ها مرتبه دیگه حرکت هایی که تو اتاق تجارت پاکستانی ها در حقیقت سازمان دادن آمدن که در حقیقت نوی نزدیکی تجارتی و غیره انجام میتن، برای زی که شما میفهمین که ما در حدود 45 تا 55% از واردات خود از پاکستان داریم و دقیقا وابستگی ما را بیشتر میکنم. من فکر میکنم از عرصه از ذکر بیشتر تا از اقتصادم که بیشتر دو چیز بسیار عمده برای آقای نواز شریف مطرح است که در حقیقت وادارش که در اینجا بیاین، و بعد از مذاکره هم در حقیقت وقتی که از نگاه سایکولوژی و روانی آدم میبینیش در حقیقت ناراض میره مسئله امضا کردن مایده امنیتی امر آمریکا، و در پالوش هم مسئله حکومتی که باید بوجود بیایه. از این لحاظ من فکر میکنم که با وجودی که ما یقین کامل دارم که کسایی که در رأس وجود دارن با وجودی که شاید هم پاکستانی ها را بفهمن، ولی شاید جرأت مقابله و جرأت دادن فرمولهای معینه در مقابل پاکستانی ها نداده باشن. من میگم که پاکستانی ها عمو پاکستانیه که قوی ترین پاکستانی است که الان نواز شریف است که در حقیقت به بازی در میدان ما خوب بازی های را انجام داده و در حقیقت باعث از بین رفتن تمام اقتصاد و تمام اردو و تمام نظام سیاسی ما شده، عمو پاکستانی هایی که در حقیقت با مجبور کردن ششتن تعداد از برادرهایی که به گفته خودشان پیروز شده بودند بعد از حکومت دکتر نجیب، و اینا گفتن که باید حتما برن دو ماه سه ماه و چهار ماه در حقیقت تقسیم اوقات ساخته بودن آقای نواز شریف، من فکر میکنم که نواز شریف نگران چنین است. از این لحاظ آیسای در مقطع معین زمانی که ولی سوال حالا در این طرف از چیزی را که آقای کوستانی مطرح کرد، آقای کرزی گفتند که روابط کابل و اسلام آباد پس از آمدن آقای شریف بهبود پیدا کرده نسبت به قبل. فکر میکنین چه نشانی آقای کرزی را متقاعد ساخته که آقای شریف بهتر کار کرده؟ همین جملات در آمدن همه از رهبرای پاکستانی ها در مقابلشون داده شده. اگر پرویز مشرف آمد ما چنین گفتیم و دول نواختیم و بعد آمدیم لوجرگه یک جایی ساختیم، بعد لوجرگه جرگگای ساختیم برشان، ما بیرون رفتیم اونا آمدن و غیره، و در مقابل در قبال هر تصمیمی که ما گرفتیم اونا جواب با تفنگ و با توپ و با کشتن خون ما دادن و حمله کردن با کنر و غیره. عزیزم، من فکر میکنم که ایرم خود از لحاظ دیپلماسی نمیشه که آدم رد بکنه که بگن چنین چیز نگوین که ما رابط ما خوب میشه، ولی خود آقای کرزی هم خوب میفهمه که با آمدن نواز شریف نه تنها مسئله ما خوب نمیشه بلکه خرابتر هم خواهد شد تا موجودیت خودشان. من فکر میکنم که در صورتی که حادثه تاریخی به کار بفتد، حادثه تاریخی یعنی معنا داره که ما انتخابات به صورت شفاف و خوب بگذرانیم و در حقیقت یک زعیم درست، یک رهبر درست مردم افغانستان انتخاب کنه
خودش که سیاست‌های معین منطقوی را ایجاد بکنه، برای ما استراتژی منطقوی را ایجاد کنه و تعریف افغانستان در پاکستان و در ایران و در غیر جای‌ها تعریف کنه و مطابق به او استراتژی حرکت بکنه. ما میتونیم که باز او وقت است که نواز شریف تا اندازه عمیان بر خطایی است که مبادا چنین استراتژی ساخته شود منافع افغانستان در پاکستان تعریف شود. و جالب دیگه، اگر ما پیمان امنیتی را امضا بکنیم، این پیمان امنیتی در حقیقت یک پیمان است که در جنوب آسیا تغییر میده مساله را، با وجودی که شاید هم تغییرات در شاید منفی یا مثبت در وجود ما به وجود بیاره، ولی تغییرات حتما در جنوب آسیا در مقابل سیاست‌های گسترش طلبانی پاکستانی حتما خواهد بود. آقای کوستانی، حالا بحث توافقنامه امنیتی، آقای کرزی توافقنامه را امضا نمی‌کنه، شما میگین در خفا پاکستانی هم موافق امضای سند نیستند، چه چیز مشترک میان آقای کرزی و مقامات پاکستانی روی این سند وجود دارد؟ البته بسیار متفاوت است مقاصدی را که رئیس جمهور کرزی داره و مقاصدی را که پاکستان داره. با امضای پیمان امنیتی در حقیقت میدان بازی از کنترل پاکستان برای همیشه تمام میشه. پس چرا آقای کرزی نمیخواد زودتر این کار شود؟ متاسفانه این رئیس جمهور کرزی کدام مقاصد را دارن این بسیار روشن و شفاف نیست و متاسفانه هم که در مطبوعات نمیگن به چه دلیلی این پیمان را امضا نمیکنن. بهانه هایی را که مطرح میکنن این بهانه ها بهانه های معقول و قابل قبول مردم افغانستان تا هنوز نیست، یعنی قانع نشدن مردم افغانستان که بهانه درست باشه. پاکستانی ها تا 12 سال فرصت کشی کردن با اساس سیاست سازمان استخبارات. همه مسئولین ملکی وقتی به افغانستان آمدن با وعده بسیار کلان دادن به حکومت های افغانستان، حکومت های افغانستان به اصطلاح عام خام تماس ساختن، یعنی ما را گفتن که ما کمک میکنیم، حتی صحبت های در نشست های چند جانبه صورت گرفت، ولی هیچ گونه اقدام عملی که مبنی بر تحکیم ثبات در افغانستان باشه از جانب پاکستان برداشته نشده. شما میبینید که لاری های از مواد انفجاری در مرزهای پاکستان و افغانستان توسط سازمان استخبارات افغانستان یا پلیس افغانستان کشف و گرفتار میشن. اینا را چه کسی میفرسته به افغانستان؟ شما میبینید که در کنرها راکت باران هنوز ادامه داره. ما در چنین یک فرصت آمدیم صحبت از بهتر بودن روابط ما با نواز شریف داریم. هیچ شک نیست که نواز شریف به عنوان یک چهره سرمایه‌دار، اقتصاددان و پیشاهنگ پنجابی در تلاش رسیدن به انرژی در افغانستان از طریق افغانستان با آسیای میانه است. پاکستان امی اکنون به بحران انرژی روبرو است و به یکی از بن‌بستا رسیده است. به این لحاظ افغانستان بهترین بستر و دهلیز است، اما نه یک حکومت قدرتمندی که با امتیازگیری های کلان با پاکستان معامله بکنه. به این لحاظ متاسفانه ما هم فرصت ها را از دست دادیم و نتونستیم هیچ گاهی از پاکستان امتیاز بگیریم. اگر پاکستان صادق باشه، همون گونه که رئیس جمهور در صحبتاشون در لوی جرگه گفتن، در سایر صحبتاشون گفتن که صلح در افغانستان از آدرس آمریکا و پاکستان میگذره، هیچ شک نیست که اگر آمریکا خواسته باشه با پاکستان فشار واقعی وارد بکنه. اون سوالی که پیشتر مطرح شد، اگر اینطور است چرا آقای کرزی رو در رو بس برخی از مسائل را مطرح نمیکنه با آقای شریف که خب اینطور است؟ خب البته جناب رئیس جمهور چی دلایلی دارن هنوز روشن نیست که وقتی در مقابل تریبونا در صحبت های دیگری باشن میگن که لانه های تروریسم در کجاست، بیرون مرز افغانستان از نام میبرن و میگن چرا اونجا بمباردمان نمیشه، جنگ به درون پاکستان نمیره، ولی وقتی با نواز شریف هستن بس از تمامیت ارضی و استقلال هر دو کشور در میان است. دالک ما هنوز حاکمیت پاکستان و از نظر حقوقی به طور واقعی و رسمیت نمیشناسیم. ما جنجال خط دیورن داریم، چگونه ما میتونیم تمامیت ارضی پاکستان و حاکمیت پاکستان را به رسمیت بشناسیم؟ ما که نشناختیم. تا زمانی که این خط مشخص نیست حاکمیت ها مشخص نیست. به این دلیل است که ما خود ما بحران ساز هستیم، یعنی شناخت ما از پاکستان متاسفانه هنوز شناخت ما در حد بسیار پایین است. ما نه سازمان استخبارات پاکستان، نه ارتش پاکستان، نه اقتصاد سنتی پاکستان و نه حکومت‌های ملکی پاکستان را می‌شناسیم. امروز پاکستان دارای بیش از 45,000 اعضای رسمی سازمان استخبارات پاکستان است. بیشتر از 50,000 قراردادی و کارمندای تحت پوشش داره. نیمی از اقتصاد پاکستان در کنترل ارتش و سازمان استخبارات است. بزرگترین کارخانه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف مربوط به ارتش پاکستان است. بنابراین سیاست‌گذار واقعی ارتش است. حکومت‌های ملکی هر چنگای آمدن وعده دادن ولی هیچ اقدامشان به یک نتیجه مثبت به افغانستان نرسیده است. بنابراین ما باید قوی شویم، سیاست مستقلانه داشته باشیم، حریف ما را بشناسیم. من دشمن خطاب نمی کنم، ولی پاکستان قطعا حریف ماست در منطقه. دسته 40 سال اجازه نداده که حکومت مقتدر در افغانستان شکل بگیره. بنابراین در چنین وضعیتی که به انتخابات میریم، حکومت رئیس جمهور پایان یافته است، قوای خارجی هنوز در بحث گزینه صفر وجود داره.
چگونه آماده باشن به افغانستان در روند مصالحه کمک بکنن که میدان بازی از کنترلشان بیرون شوه یا موره ها را از دست بدن. بنان هیچ وقت پاکستانیا در این حرفاشون صادق نیستن. ما بسیار متاسف هستم به سیاستگزارای اوزی سیاست خارجی افغانستان که تا اکنون چنین رفتارهای را هنوز ادامه میتن و امیدوار هستن و با افکار عمومی مردم افغانستان بازی میکنن. جناب استاد، این مسائل کلان که آقای کوهستانی میگه در جای خودش مانده و افغانستان چسبیده به چند تا زندانی طالبان که در هر سفر میگه اینها باید رها شوند و اینطور شوه، فکر میکنین چرا مسائل کلان را حالا هیچ در کابل مطرح نمیکنن؟ عمدتاً من یک فکر میکنم که شاید هم اینا اجازه بازی کلان نداشته باشند و یا چه کسی اجازه را از دست اینها گرفتن؟ من فکر میکنم که باید پیداش بکنیم که چی کسی هست که بازی کلان نمیمونن که دولت مردای ما بازی کلان بکنن و در بازی های کوچک داخل شوند، مثل که پارلمان ما میتون میشه، مثل جای دیگه ما میتون میشه. عمدتاً ما ببینیم که پاکستانی ها عمدتاً یک نگرانی کلان دیگه هم دارن. اونا میدان گرفتن بسیار کلان یک دوست استراتژیک از ایالات متحده آمریکا در منطقه جنوب آسیا عبارت از این در درون افغانستان، اگر چنین کار انجام شود و به خصوص مایده امنیت در قطع توافقنامه امنیتی را افغانستان امضا بکنند، در یک سه ماده مایده در توافقنامه امنیتی آمده که در حقیقت یک عکس العمل مشترک در مقابل تجاوز و در مقابل پناهگاه های تروریسم در داخل و خارج کشور مطرح میشه. اگر ما چنین چیزی را امضا بکنیم که مثلا مطرح میشه که آقای کرزی همه طرف ها را از خود رانده، ایالات متحده را به نحوی با امضا نکردن این سند، هند را با اینکه آقای شریف را میمان میکنه، آقای شریف را با این دلیل که میره به هند، اینا را خفه ساخته یکی از دیگر. من فکر میکنم یکی از شاید در وسط اینها میشه بازی کرد در این میدان. من فکر میکنم شاید آقای کرزی بازیای خود کرده باشه، ولی ما تا حالا سر در نیاوردیم که این بازی ها چی معنا داره. به این معنا که شاید هم چند روزای نزدیک آقای کرزی یک سفر به هندستان داشته باشه. هندی ها هم چنین چیز شاید برشان بگویند که در حقیقت این خلاف حرفای یک بیباوری کلان را ایجاد میکنه، یک بیباوری منطقوی ایجاد شده. این معنا شما ما عمدتاً وقتی ما هیچ وقت نمیشه که ما موضوع افغانستان را به صورت مجرد بحث بکنیم. بحث افغانستان بحث منطقه‌ای، بحث بین‌المللی است. اگر بی‌باوری بین‌المللی به وجود بیاید، بی‌باوری بین‌المللی من به وجود بیاید که متأسفانه تا اندازه‌ای اساس میره که این بی‌باوری‌ها سر بار بیاره، بی‌باوری منطقه‌ای اتومات به وجود میاد. ما فکر میکنیم که بی‌باوری منطقه بین‌المللی را شاید باور منطقه به وجود بیاید، شده نمیتونه. ما باور منطقه و باور بین‌المللی یک جای ایجاد میتونیم و باور منطقه بین‌المللی و باور منطقه را جای ایجاد میتونیم. منطقه و جهان با یک جا حرکت میکنند. اینا در درون افغانستان نمیتونه که یکی ضد دیگه شرکت کنه، برای اینکه خونسا میشن. ما از خود فکر میکنم که اگر حرکات واید انجام بدن و درست ما درک میرسیم، در غیر صورت یک نوع جفا در مقابل منافع افغانستان باید به کار خواهد بود. آقای کوهستانی، کوتاه بفرمایید نتیجه گیری شما از این سفر آقای شریف به کابل چی است؟ ما باورم این است که امون گونه کستاس توضیح کردن، از نظری تنها پاکستان به عنوان یک بازیگر بزرگ در سطح منطقه است، با حکومت افغانستان تعامل نمی کنه. انتظار خود کشیدن که انتخابات افغانستان چه پیامدی داره و نیروهای خارجی هم که انتقال مسئولیت ها صورت میگره از افغانستان این پیمان به کجا می انجامه. بازی های خود بعد از او تنظیم خود کردن در منطقه. اما نباید فراموش بکنیم که پاکستانیا به تیم رئیس جمهور هم گونه کوستاز گفتن، یعنی دولت افغانستان به عنوان بازیگر روابط بین المللی اعتمادش نزد هندوستان، پاکستان، متحدین بین المللیش از دست داده است. البته ای آینده کاندیدا هستند، اپوزیسیون هستند و کسایی که خرد سیاسی دارن میدونن که کدام مواضع انتخاب بکنن تا در آینده افغانستان یک توازن ایجاد شود. سپاسگزارم جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و سید مسعود، استاد دانشگاه. ممنون از حضور شما. در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید. خدا نگهدارتان. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات پیش بینی کرد که یک زن به زودی وارد کاخ سفید خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت: ما در سراسر کشور کارمندان و خدمتگزاران زن شگفت‌انگیزی داریم و در این مسئله شکی نیست که یک زمانی که دیر هم نیست، یک زن رئیس جمهور آمریکا می شود. من مطمئنم که این شخص کار بزرگی انجام خواهد داد. اوباما در مصاحبهش اشاره به هیلاری کلینتون، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا، نکرد. کلینتون در نظرسنجی ها برای به دست گرفتن پست ریاست جمهوری سال 2016 نسبت به سایرین پیشرو بوده است. هیلاری کلینتون در حالی که کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد نکرده، همکنون بر انجام سخنرانی ها و همکاری با بیل کلینتون، همسرش و رئیس جمهور پیشین آمریکا تمرکز می کند.
you